امشب در 24 نگرانی در واشنگتن از افزایش سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تشبیه گزارش آژانس به هیاهوی رسانه‌ای میگه اتفاق جدیدی نیفتاده. من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات. شما بانوان و خانم‌های عزیز میتوانید نقش ایفا کنید. درخواست علی خامنه‌ای از زنان ایران به نقش‌آفرینی در انتخابات. رهبر جمهوری اسلامی اما میگه مسئولیت اصلی زنان خانه‌داری و فرزندآوریه. سومین روز اعتراضات در اردکان یزد به دلیل بحران آلودگی هوا، معترضان علیه مقامات شهر شعار میدن. جدال لفظی تند رهبران ترکیه و اسرائیل درباره تحولات غزه. اردوغان نتانیاهو رو با هیتلر مقایسه کرد. نتانیاهو میگه او عامل نسل‌کشی کردهاست. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش گزارش‌هایی از حمله تازه‌ای به پایگاه نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل در کردستان عراق منتشر شده. کانال تلگرامی منتسب به سپاه پاسداران گفته مقر آمریکایی‌ها در فرودگاه اربیل هدف مقاومت اسلامی به گفته اونها قرار گرفته. تصاویر کوتاهی هم از لحظه پرتاب پهپادی که گفته شده در این حمله از اون استفاده شده منتشر شده. دیروز هم حمله مشابهی صورت گرفته بود که با واکنش متقابل ارتش آمریکا روبرو شد. در همین حال شورای امنیت کاخ سفید در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد افزایش تولید اورانیوم 60% در سایت‌های فوردو و نتنز گفته تشدید تنش هسته‌ای ایران همزمان با فعالیت‌های خطرناک و بی‌ثبات کننده نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه، از جمله حملات اخیر پهپادی و راکتی در عراق و سوریه و همینطور حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری در منطقه دریای سرخ، بسیار نگران کننده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اما این گزارش رو تلاش آمریکا و اسرائیل برای منحرف کردن به گفته او افکار عمومی جامعه جهانی از جنگ در غزه خونده. محمد اسلامی این گزارش رو به هیاهوی رسانه‌ای تشبیه کرده و گفته جمهوری اسلامی هیچ کار جدیدی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا انجام نداده. کار رسانه‌ای سیاسی که باز مجدد راجع به غنی‌سازی مطرح شد، این حرف جدیدی نیست. در گزارش مدیر کل به شورای حکام مطرح شده بود، حرف تازه نیست. یه هیاهوی رسانه‌ایه و اهدافی که دنبال میکنن مشخصه. توی این شرایط سیاسی و وضعیتی رو که برای غزه براشون پیش اومده، سعی میکنن یک فضای دیگری ایجاد بکنن که تمرکز و توجه افکار عمومی رو از روی غزه برگردونن روی ایران. مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما هستند. آقای براتی، با خبر فوری اول میخوام شروع کنم که همین لحظات پیش منتشر شد که دوباره دقیقاً یک روز بعد از حمله به مقر آمریکایی ها در نزدیک فرودگاه اربیل، دوباره گروه های وابسته به جمهوری اسلامی به اونجا حمله پهپادی کردن. چقدر به نظرتون نشان از آرامش خاطر و انبساط خاطر مقامات جمهوری اسلامی داره که به نظر نمیاد خیلی نگران واکنش تندی از سمت آمریکا باشن؟ البته من اگر به جای سران جمهوری اسلامی بودم، اینطور با خیال راحت به این گزارش ها گوش نمی کردم. چون سخنگوی سپاه پاسداران همین امروز اعلام کرده که حمله حماس در 7 اکتبر به اسرائیل و کشتاری که راه انداخته یکی از انتقام‌های ممکن بوده برای قتل قاسم سلیمانی، یکی از اونها بوده. بنابراین این حملاتی هم که الان داره انجام میگیره، میتونیم بگیم جمهوری اسلامی هنوز در پی درگیری در نظم بین المللی است. خودشو خارج از عرف بین الملل تعریف میکنه و صحبت از محور مقاومت میکنه که یکی اون مهره اصلی محور مقاومت هم جمهوری اسلامی است. حالا نیروهای دیگر، حماس،
حزب الله در لبنان، نیروهای نیابتی در سوریه و در عراق هم اضافه میشن. این محور مقاومت در حقیقت یک نیروی عظیم تخریبگر سیاسی در صحنه بین‌المللی شده که هنوز پاسخ در خور رو نیافته و الان به نظر من دیرترین هنگامی است که باید دنیای غرب راهی پیدا بکنه برای پایان دادن به این ماجراجویی ها. آقای علیزاده، چقدر فکر میکنید که با توجه به این غنی‌سازی اخیر هسته ایران نشانه های وجود داره که از این بحران فعلی که در منطقه به وجود اومده و تا اندازه خود جمهوری اسلامی هم به نظر داره بهش دامن میزنه دارن به عنوان فرصتی استفاده میکنن برای توسعه برنامه هسته ای؟ بله بله، تردید نباید کرد. بذارید من اینطور توضیح بدم که تا پیش از فوریه 2022 پرونده هسته ایران میشه گفت برای 15 سال شاید بیشتر 20 سال تقریبا در صدر اخبار جهان سریعا قرار میگرفت. یه اتفاقی که میافتاد، یک لپتاپی پیدا میشد، یه خبری آژانس میداد بیرون، در صدر اخبار قرار میگرفتش. و الان شما نگاه کنید، همین بحث آخر آژانس اظهار نگرانی کرده، تصمیم هایی گرفته، خبرگزاریشاتی داده، بازرسانش در تهران کاهش پیدا کردن در دو نوبت، واقعا در صدر اخبار قرار نگرفته. حتی اخبار همین رسانه شما یا دیگر رسانه های معتبر فارسی هم قرار نمیده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جهان امروز مشغول به غزه است. این حادثه، میخوام چی نتیجه گیری کنم؟ میخوام بگم که از فوریه 2022 جنگ اوکراین پیش آمد، پرونده هسته‌ای که میگم 15 سال 20 سال در سریعا در رأس اخبار قرار میگرفت، رفت یک پله پایینتر قرار گرفت. توجه جهانیان به جنگ اوکراین شد، بعد جنگ غزه در همین سه ماه گذشته آغاز شده. همون شما توجه عموم مردم از جنگ اوکراین هم کاسته شده، چه برسه به پرونده هسته‌ای ایران. خب در این شرایط هستش که شما می‌بینید تهران دو مرتبه تعداد بازرسان آژانس رو کاهش داده. آخرین خبری هم که هستش، آژانس اعلان کرده که 42 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده حداقل حاصل شده. خب اما می‌بینید امریکا هم صرفا با یک نگرانی داره به مسئله میپردازه. با این حساب میخوام حرفم اینطور جمع کنم که تا پیش از جنگ اوکراین شاید مثلا 3-4 مسئله بین ایران و امریکا بود. بحث هسته‌ای بود، بحث نیروهای نیابتی بود، اختلاف سر مسئله حقوق بشر بود، اینا بود دیگه، این مسائل بود. الان دست کم 3 مسئله تنازع بیشتر هم افزوده شده. یکی جنگ اوکراینه که ایران یک سو ایستاده، آمریکا یک سو ایستاده. یکی جنگ غزه است که تهران یک سو ایستاده، واشنگتن یک سو دیگه ایستاده. یکی هم بحث گذرگاه‌های مهم بین المللی مثل باب المندب هستش که خب اون هم میدونیم ایران جمهوری اسلامی کجا ایستاده، امریکا کجا ایستاده. اساسا 3 مسئله جدید در پرونده رابطه ایران و آمریکا و البته اروپا و غرب ایجاد شده. خب اینا همه موجب شده که توجه از بحث پرونده هسته ایران به شدت و قوت انحراف پیدا کنه. آقای براتی، رویترز میگه که بر اساس همین گزارش‌های آژانس، ایران با همین روند اگر پیش بره میتونه 3 بمب هسته‌ای بسازه و شاید حتی تعداد بیشتری، حالا با غلظت پایین‌تر. چقدر فکر میکنید که چنین ارزیابی دقیق هست و اگر واقعا اینطور باشه واکنش بین‌المللی به این چه خواهد بود؟ ببینید، به نظر من این رفت و آمد و گزارشگری بی حاصل و بی عواقب میان آژانس بین‌المللی اتمی و جمهوری اسلامی رو الان دیگه نباید خیلی جدی گرفت، چون جمهوری اسلامی همونطور که قبلا عرض کردم اصلا نمیخواد در عرف بین الملل سیاست کنه. یک بازیگر بسیار بسیار توانمندی شده که میتونه با آژانس و با دنیا هر جوری که مایله عمل بکنه و هیچ گونه به اصطلاح بهایی هم برای عواقب این بازیگری تخریبیش هم نباید بپردازه.
برابر این چون تا به حال اینطور بوده و هیچ گونه عواقبی هم نداشته، چون ما میخونیم که جمهوری اسلامی از ماه ژوئن تا اکتبر ماهیانه 3 کیلو اورانیوم 60 درصدی میساخته، از اکتبر به پایان اکتبر تا کنون ماهی 9 کیلو. یعنی سیاست رو مرتب این ور اونور میکنه، عوض میکنه، آژانس هم گزارش هایی میده، طبق گزارش آژانس با یک سوم مقدار اورانیوم 60 درصدی که جمهوری اسلامی جمع کرده میتونه یه سلاح اتمی بسازه، لااقل به اندازه بمب اتمی هیروشیما، به اون اندازه، به قدرت اون تخریبی بود. بنابراین من حس و گمانم اینه که جمهوری اسلامی میتونه و احتمالا هم این کار خواهد کرد که دست به ساخت سلاح اتمی بزنه. این دیگه مربوط میشه به این که الان به ویژه ادمینستریشن کاخ سفید چه سیاستی رو در پیش بگیره. الان دیگه فکر میکنم دیرترین وقتیست که دنیای غرب باید یه سیاستی در پیش بگیره که هم پاسخگوی مقابله با روسیه باشه هم با ایران، چون جمهوری اسلامی سیاستهاش الان با روسیه تنظیم میکنه. هر گامی رو که در پیش داره قبلا با روسیه چک میکنه، چه وقت چه مقدار اورانیوم کم کنه، زیاد کنه و چه بازی رو در پیش ببره. بنابراین یک سیاست مشترک لازمه که دنیای غرب در قبال جمهوری اسلامی و روسیه همزمان باید داشته باشه و این سیاست بسیار تندتر از قبل باید باشه، که اگر این نباشه احتمال ساخت سلاح اتمی در آینده خیلی نزدیک رو من زیاد میبینم. آقای علیزاده چقدر فکر میکنید، چون الان زمزمه‌هاش رو این برابر میشنویم، که جمهوری اسلامی خودش رو برای یک رویارویی داره آماده میکنه؟ بسته که داره رویارویی رو چی بدانید. به هر حال البته در دکترین نظامی جمهوری اسلامی تن برای یک روز مبادایی که تقابل جدی حاصل بشود، این قطعا در دکترین جمهوری اسلامی قرار گرفته، نمیشه شک کرد که به هر حال کسی که بیاد تنه به تنه امریکا بزنه و مسئله اسرائیل این همه برها شاید روزی ورق برگرده، این که قطعی است. اما الان در چه وضعیتی قرار داریم، از جمله همین خبر فوری که بازتاب دادید که حملاتی از طرف نیروهای نیابتی شده به پایگاه آمریکا، ببینید وضعیت اگرچه وضعیت تقابل با امریکاست نه وضعیت تعامل که نتیجهش برجام بود، در این وضعیت تقابل من ضریبی از کنترل اوضاع رو میبینم، چه در تهران چه در ایالات متحده. آنچه که من میبینم به اصطلاح رفتار ایزایی است، نامش روشه، رفتار ایزایی، که غرض این هستش که طرف رو کمی اذیت کنه، قلقلک بده، اما در همین حد. امریکا هم دلایل خودش رو داره که درگیره در منطقه نشه، ایران هم دلایل خودش رو داره، میدونه واکنش امریکا سخت خواهد بود مثل قصه قاسم سلیمانی. اما آیا الان متوسل به ساخت بمب اتمی الان فرض بر اینه که اون ذخیره کافی حاصل شده دیگه؟ اینجا من یه اختلاف زاویه دارم با جناب بیاتی و اون این هستش که من ترمز بر جمهوری اسلامی رو برای اینکه اون گام نهایی برای ساخت بمب رو انجام ندهد، اون ترمز نهایی رو از سوی امریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه نمیبینم. که خب اونها به اصطلاح الان بیان بگن خب کنترلشون کم شده، نظارتشون کم شده، من کنترل اصلی از ناحیه روسیه میبینم. ببینید شما اگر در مسکو نشسته باشید و این تاریخ پرفراز تهران و روسیه رو دانسته باشید که چه اتفاقهایی به این دو کشور افتاده، تن گوشه ای از نگرانی شما این هستش که این کشور هسته ای نشود. اگر بشه اول برای من مسکو شاخ خواهد بود، اینو تردید توش نداشته باشید. دوم برای ایالات متحده که اون سوی آبها نشسته که مثلا چجوری میخوان تهدیدش بکنن. البته برای اسرائیل تهدید جدی خواهد بود. روی این حساب من میخوام بگم که بله، تهران همه مقدمات این که یک بمب هسته‌ای رو تحصیل کنه به دست بیاوره، بله در این سو قرار گرفته، اما اون گام نهایی، اون اراده نهایی
اولا خب واکنش‌های سخت امریکا و دیگر کشورها رو خواهد داشت، ولی پیش از همه اینها و بیش از همه این کشورهای دیگه این روسیه است که ترمز بر این پروژه هسته‌ای است. بله روسیه یه جاهایی اجازه میده، یه سری معاملات انجام میده، یه مقدار کمکایی میکنه، اما همش تا حد و اندازه است، وگرنه به شدت روسیه نگران هست. به ویژه اینکه شما نگاه کنید این واکنش جمعی ایرانیان از هر گروه داخل ایران و حکومت و غیر حکومت و اپوزیسیون نسبت به رفتار روسیه نسبت به جزایر رو نگاه کنید. روسیه میگه خود همه یه مایه دلنگرانی من هستش که این ملت یه دفعه یه رفتار دیگه با من بکنه، حالا مسلح هم باشه به سلاح اتمی، اول برای من خطرناک. من این زاویه اختلاف رو با جامع بیاتی دارم که به اصطلاح فکر نمی کنم صرفا مسئله نگرانی امریکا اینها باشه، ابتدا نگرانی روسیه است. ممنونم از هر دوی شما، مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شماری از زنان گفته اونها میتونن در انتخابات پیش رو نقش آفرین باشن. رهبر جمهوری اسلامی با وجود درخواستش از زنان برای به گفته اون نقش آفرینی در انتخابات و تاکیدش بر اینکه هیچ مانعی بر سر راه حضور زنان در عرصه‌های مختلف در ایران وجود نداره، میگه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و مدیریتی زنان نباید مسئولیت اصلی اونها یعنی خانه‌داری و فرزندآوری رو تحت تأثیر قرار بده. یه مسئله مشاغل اجتماعی و مدیریت هاست که اینو از من سوال کردن بعضی از خانم ها. اینجا هم مسئله جنسیت مطرح نیست، در مدیریت های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. البته زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزندآوری بایستی محروم نشه. نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو با ماست. خانم دوستدار، سخته که آدم به این نکته توجه نکنه که به نظر میاد حرفایی که رهبر جمهوری اسلامی میزنه عملا در یک حبابی است، نه اینطور نیست؟ یعنی وقتی اقداماتی رو که زنان ایران به خصوص در یک سال گذشته انجام دادن میبینید، وقتی خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر رو میبینید، به نظر میاد که هیچ ارتباطی بین رهبر جمهوری اسلامی و بدنه اصلی جامعه زنان وجود نداره، فقط همون تیپایی که در همین مراسم حضور دارن میشنون حرفای او رو. بدون اینکه بخوام با حرف شما مخالفت جدی داشته باشم، میخوام بگم که این حبابی که شما ازش صحبت میکنه در واقع یک تصویری است از حباب. یعنی بعید است که علی خامنه ای ندونه که بزرگترین اپوزیسیون او در داخل کشور و خارج کشور زنان هستن، همونطوری که به هر حال جنبش ژینا نشان داد، همونطوری که مبارزه روزمره زنان در عرصه‌های مختلف که شاید بیشتر از هر چیزی این روزها ما مسئله حجاب رو داریم میبینیم، اما فقط محدود به این موضوع نمیشه. هدف اصلی در واقع گروه اصلی هستن زنان به این ترتیب که مقابل علی خامنه‌ای قرار دارن، و بنابراین هم فکر کنم ایشون با قصد و غرض یک هم تصدیب از زن ارائه میدن. یعنی در عین اینکه میخواد یک استفاده ابزاری از زنان بکنه، یعنی باز هم در آستانه انتخابات یک فرصتی فراهم شده که همین اپوزیسیون خودش رو دعوت بکنه به این که شرکت بکنن در انتخابات. قبلا هم ما دیدیم که حتی خطاب به شهروندان گفته حتی اگر با مشکلاتی دارید، انتقاد دارید، اپوزیسیون هستید، بیاید و در انتخابات شرکت کنید. حالا این بار هم زنان رو به این ترتیب دعوت کرده و ازشون خواسته که همسران و فرزندانشون رو تشویق بکنن به مشارکت در انتخابات، و در این حال تصویری هم که از زن ارائه میده همونطوری که شما گفتید همون تصویری است که از مخاطبانش در مجلسی که تشکیل شده ما داریم میبینیم. یعنی زنانی که وظیفه اصلیشون همسرداری و فرزندآوری طبق تاکید علی خامنه ای تعریف شده، و در واقع اون چیزی که وعده میده یا تصویری که از آزادی زن و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به جامعه در واقع به عنوان تبلیغات ازش استفاده میکنه و
زنان ایرانی رو بهره‌مند از اون میدونه، باز هم یک در واقع تصویر فرمایشی و غیر واقعی است، برای اینکه ما میدونیم میزان مشارکت و اشتغال زنان اساسا رقم بسیار پایینی است در جامعه ایران و مشارکت سیاسی و سمت‌های مدیریتی به تبع بسیار پایین تر، یعنی درصدهای بسیار پایینی از زنانی که اشتغال داشته باشن میتونن حالا توی عرصه مدیریتی و سیاسی فعالیت داشته باشن. تصویر واقعی حقوق زنان در ایران خلاف اون که علی خامنه‌ای در سخنرانی خودش مطرح کرده و اون رو در واقع منطبق دونسته با نیازهای زنان و یک تصویری که در واقع تمام حقوق زنان رو شامل میشه، چیزی نیست جز نقض روزمره ابتدایی ترین حقوق شهروندان زن ایرانی که در قالب خشونت های قانونی به شکل های مختلف، چه در حقوق خانواده، چه در عرصه اجتماع، در میزان دسترسیشون به فضاهای اشتغال، چه در آزادی های فردیشون به عنوان شهروند، مثلا مسئله حجاب، در تمام اینها ما در واقع یک شاهد نقض روزمره حقوق زنان هستیم که علی خامنه‌ای در واقع تصویر معکوس ارائه میده و خلاف در واقع اون چه که هست قبل رو تهم میکنه که در واقع اونجاست که حقوق زنان در رعایت نمیشه و اونها در واقع مانع تحقق حقوق زنان میشه. اینه که من فکر میکنم این سخنرانی مخصوصا با توجه به اینکه در آستانه و در واقع زمانی صورت گرفته که برای شهروندان معترض ایرانی یادآور قیام تک نفره ریدا موحد به عنوان اولین دختر انقلاب که بر سکوی اعتراضی ایستاد و در واقع شال خودش رو بر سر سوزد، این با هوشمندی صورت گرفته، یعنی رهبر جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن اینکه زنان مخالف او هستند، زنان در خیابان در واقع یک عرصه نبرد تن به تن با حکومت رو فراهم کردن، این صحبت‌های تبلیغاتی رو حتی فکر می‌کنم صرفاً به مخاطبان خاص خودش، یعنی اون زنانی که در موافق حکومت هستن بیان می‌کنه و در این حال پیامی رو هم به سایر شهروندان میده که جمهوری اسلامی لااقل تا زمانی که هست و سیاست‌های خامنه‌ای تا زمانی که برقرار هست، زن ایرانی چیزی نیست جز عنصری برای فرزندآوری و همسردگی. ممنونم از شما نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته ادعای ناپدید شدن ابرهای بارانزا بر فراز دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار میگیره. به گفته علی سلاجقه، برخی گمانه ها درباره رابطه تولید گاز متان و افزایش دما در منطقه و حذف جبهه هوای بارانی روی دریاچه ارومیه نیازمند مطالعه و بررسی بیشتره. پیشتر خبرگزاری فارس گزارشی درباره شایعات در شبکه‌های مجازی در مورد بازتابش گاز متان از روی دریاچه ارومیه و ناپدیدسازی ابرهای بارانزا در فضای مجازی منتشر کرده بود. بحث مرجع ملی تغییر اقلیم کشور و پژوهشکده محیط زیست کشور را مکلف کردیم که در یک بازی زمانی دو هفته با نشستی که با همه دستگاه‌های مسئول دارن میذارن، مسائل مربوط به تغییر اقلیم و عواقبی که داره اتفاق میفته و مسائلی که مطرح میشه حتما ببینن پاسخ بدن. اون چیزی که در بحث دریاچه ارومیه مطرح میشه، ببینید کشورها هر کدوم روش‌های علمی خاصی دارن استفاده میکنن بر اساس تغییر اقلیم. یعنی شما کشورهای همسایه ما هم میانگین بارششون نسبت به میانگین دراز مدت کاهش پیدا کرده، تحت تاثیر شدید تغییرات اقلیمی قرار گرفتن، ولی اینکه جبهه هوای وارد بشود و دریاچه ارومیه محو شود، این مباحثی است که باید حتما از لحاظ علمی بررسی بشود. عظمه بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین با ماست. خانم بهرامی، اصلا از نقطه نظر علمی چه توجیهی میتونه داشته باشه اگر چنین اتفاقی واقعا داره رخ میده؟ من دو سه تا نکته بگم که بخشش میتونه کمک بکنه به پاسخ پرسش شما. یکی این که وقتی در مورد دریاچه ارومیه و خشکیدگی بیش از 85% امروز اون صحبت میکنیم، در مورد یک بازه زمانی طولانی مدت حرف میزنیم و مجموعه زیادی از متغیرهای طبیعی و غیر طبیعی که مسئله تغییر اقلیم تنها یک بخشی از اونه، کاهش بارندگی یا مثلا افزایش میانگین دما در اون حوزه آبی یک بخشی از اونه، اما ما میدونیم که گزارش‌های متعددی وجود داره که عوامل
عوامل انسانی، حذف رودها، حفر چاهای عمیق و مسائل کشاورزی گسترده غیر پایدار در حوزه آبی دریاچه ارومیه و همینطور حتی دستکاری در حوزه آبی زاب و عرس که تاثیر مستقیم روی حوزه دریاچه ارومیه داشتن بسیار مؤثر بوده. نکته دومی که اگر ما دنبال راهکار هم برای حل مشکل دریاچه ارومیه باشیم، قطعا در یک بازه زمانی کوتاه مدت حتی میان مدت نمیتونیم به اون برسیم. شکل خوشبینانش اینه که یه برنامه طولانی مدت برای احیای دریاچه ارومیه باشه و بخشی از اون رو بشه احیا کرد و بخش زیادی از اون به نظر من در طولانی مدت حتی به شکل فصلی ممکنه احیا بشه و حتی امیدی به اون هم نیست. و در مجموع نکته مهم دیگه اینه که ما هنوز از نتایج خوش شدن کامل دریاچه ارومیه به شکل کامل آگاهی نداریم. ما میدونیم که در دهه 90 طی مدل سازی‌های پیش‌بینی شده بود که اگر دریاچه ارومیه به شکل کامل خوش بشه میتونه در میان مدت و طولانی مدت بر جبهه‌های بارش منطقه تأثیر بذاره. میدونیم که باعث مهاجرت‌های اقلیمی گسترده‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، حتی تا استان زنجان خواهد شد. بخش زیادی از کشاورزی اون منطقه تحت قرار میده، سطح آبای زیرزمینی رو به شدت باعث کاهشش میشه و همینطور میتونه الگوی پوشش گیاهی منطقه رو تغییر بده و طوفان‌های نمکی و شنی به وجود بیاره که باعث سونامی بیماری‌های مختلفی در منطقه بشه و اینا تنها بخشی از فاکتورهای تأثیریه که میشناسیم. به شکل عملی آقای سلاجاده همیشه این رو توی همین حتی تو همین چند ماه اخیر بارها در مورد دریچه ارومیه صحبت‌های متناقض داشته. اولا اینکه مبحث انتقال آب به دریچه ارومیه رو مطرح کرده که میتونه نجات بده، بارها امید داده، حتی کتمان کردن به شکل کامل دریچه ارومیه واقعا دیگه از دست رفته و به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده. بعد در مورد پروژه‌های باروری ابرها صحبت کردن که اصلا سازمان جهانی هواشناسی اون رو فقط یه پروژه در حد تحقیقاتی میدونه و به هیچ عنوان یک وزن علمی به این پروژه نمیده. بعد اون رو هارپو نمیدونم پروژه‌های دستکاری در فضا در محیط اکوسیستم دریاچه ارومیه از طریق ترکیه دونستن که تا همین امروز هم ما به شدت بدون این پروژه دریاچه ارومیه هم تحت تاثیر تصمیمات سیاسی حوزه آب و ژئوپلیتیک ترکیه هستیم برای سدسازی‌های بسیار وسیع که در بالا دست انجام داده که خب پیش سیاست پویای از طرف ایران هم در این موضوع ندیدیم. به این ترتیب من هیچ معنای علمی برای این ماجرای ربایش ابرها، گم شدن ابرها یا گاز متان و اینها نمی‌بینم و اینکه آقای سلاجاقه میگن کار تحقیقاتی بشه، اینم باز من بهش بسیار بدبینم، برای اینکه پروژه تحقیقاتی گسترده‌ای برای احیا و نجات دریاچه ارومیه یا برای تغییر الگوی کشت و کار برای سدسازی توی این منطقه حوزه آبی ارومیه، حوزه آبی زاب، حوزه آبی عرس انجام شده که همش مختوم شده و حتی تحقیقاتی در داخل ایران اتفاق افتاده به جز کمک‌هایی که از خارج گرفتن هم هرگز بهش توجهی نکرده عملاً سازمان محیط زیست در دوره‌های مختلف. ممنونم از شما. اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین ایتالیا. صدها نفر از ساکنان شهر اردکان در استان یزد روز در اعتراض به آلودگی هوای این شهر به خیابان‌ها آمدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در اردکان با شعار علیه مقامات استانداری یزد میگن این شهر ظرفیت استقرار صنایع بیشتر رو نداره. به گفته مردم این شهر، احداث صنایع آلاینده در شهرک صنعتی اردکان با موافقت یا بدون موافقت مسئولین همراه بوده تا بعداً با روش‌های قانونی دولت رو در عمل انجام شده قرار بدن و مجوز بگیرن. در بیشتر روزهای سال شاخص آلودگی هوا در شهر اردکان در وضعیت ناسالم و خطرناک برای گروه‌های حساس قرار داره. نیکا هنگ کوثر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست اینجا در استودیو با ماش.
با ماست. پیش از هر چیز این تعداد جمعیت قابل توجه بود برای یک اعتراض محیط زیستی، نه؟ بله، به ویژه در شهر کوچکی، البته به نسبت مثل اردکان یزد. و این به نظر من خیلی مهمه که مردم دارن یواش یواش مشارکت میکنن در مسائلی که هیچ وقت نظر اونها پرسیده نشده. پیش از برنامه به این میگفتی که در مورد این بحران در یزد در دوران اصلاحات به خاتمی چیزی گفته بودیم. دقیقاً سه روز بعد از انتخابات 1380 یک جلسه ای داشتم با آقای خاتمی در ریاست جمهوری، در حقیقت در ارتباط با اون مطالبی که نوشته بودم در مورد سیاست‌های وزارت نیرو و آب. بحث به اردکان رسید، گفتم آقای خاتمی، اردکان یزد شما تمدنش کاریزی بوده، با استفاده از منابع موجود تونسته ادامه پیدا بکنه و سرپا بمونه. اینکه شما بخواید از جای دیگر آبی منتقل بکنید که صنعتی رو گسترش بدین و کاری اونجا انجام بدید، این جواب نخواهد داد. آقای خاتمی هم گفت نه، ما کار خودمون رو خواهیم کرد و نگران نیستیم و هیچ اتفاقی هم نمیفته. الان 20 خورده سال گذشته، ضمن اینکه بخش بزرگی از استان یزد الان نشست داره میکنه به خاطر کم آبی، استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، حالا میخوان آب از خلیج فارس بکشونن. اما نکته دیگر، نقش بنیاد صدوق هست در محدوده یزد و مجموعه های دیگر که با خانواده خاتمی، تابش و صدوقی ارتباط بسیار زیاد داشتن و در جایی که ظرفیت نداشته اومدن و یک صنعت و گستره صنعتی درست کردن و این گستره صنعتی رو این بنیاد صدوق، مثل بقیه بنیادهایی که ما در طول 100 سال گذشته داشتیم، بنیادهایی که هیچ نظارتی نداره، سیستم هزار فامیل رفتار میشه، مثل بنیاد پهلوی قبل از انقلاب و بنیادهای دیگر بعد از انقلاب، و اینها الان اومدن بیشتر از ظرفیت منطقه در جایی که آب نداره و شرایط آب و هوایی مناسبی نداره، این همه صنایع رو گستره شدن با پولهایی که توانستن با کمک رانت‌های مختلف بکشونن تو منطقه. حالا بحث رانت به کنار، ولی خب این آیه روی کردی نیست که در جای دیگر دنیا هم میبینیم، همین الان در عربستان سعودی، در قطر، در امارات متحده عربی، اینجا در آمریکا، در آریزونا، در نیو مکسیکو که خیلی ها ممکنه بگن شرایط آب و هوایی مناسب نداره، میبینیم که منابع آبی و انرژی رو میکشن به این جاهای دور افتاده و حالت ناپایداری هم که ایجاد شده در همون مناطق به واسطه همین دیدگاه بوده. الان خیلی از صنایع رو دارن یواش یواش سعی میکنن نزدیکتر به دریاها، یا شما مثلا صنایع فولاد رو کجا میبینید؟ در پنسیلوانیا میبینید، در اوهایو میبینید، بالاخره دریاچه اری وجود داره، یک آب، منابع آب بزرگ رودخانه اوهایو وجود داره، اما نمیان مثلا در خوشترین جای مثلا آریزونا بخوان شرکت فولاد بزرگی را بندازن. خب متناسب با شرایط نگاه میکنن. بعد ارزیابی محیط زیستی نشد این پروژه. شما مثلا خانواده تابش که خیلی تلاش کرد اون شرکت فولاد رو که 2 میلیارد دلار میگن هزینش بوده بکشونن به یزد، خب آب نداره، هم آلوده میکنه منطقه رو. و حالا در مورد اردکان که شهر آقای خاتمی، شهر تابش و بقیه بوده، الان داره به یک جایی میرسه که مردم میپرسن این صنایع اصلا برای چی بوده. یعنی به جایی که بیان توسعه بدن متناسب با شرایط اقلیمی اون منطقه، متناسب با شرایط تاریخی اون منطقه، اونجا یکی از محله تولد کاریز و قنات هست، خیلی‌ها برای دیدن قنات‌ها برای عنوان توریسم میان اونجا که ببینن، ولی الان اومدن توی این قسمت چون سود کوتاه مدت رو نصیب خیلی‌ها کرده. چه راهکاری میتونه وجود داشته باشه؟ بالاخره بخش قابل توجه از ایران به جز مناطق حالا شمال و شمال غرب تندزه زیادی بیابانی هست، رسوندن آب بالاخره مشکل هست، در همون جاهایی که آب هست هم حالا محدودیت ها و مشکلات زیادی هست، نمونش همی در ریشه ارومیه که دیدیم. چه کار میشه کرد که هم توسعه اقتصادی داشته باشن این مناطق، هم محیط زیست تا اندازه دست کم؟ ما نمیتونیم ساعت رو برگردونیم به عقب، چون خرابکاری رو کردیم. وقتی که شرکت فولاد قرار بود اون فولاد بندرعباس رو بسازه، اما با لابی که اصفهانی‌ها داشتن کشوندنش به مبارکه، خب نابود کردن بخشی از زاینده رود رو. اما اگر بسیاری از این صنایع رو بتونن در کنار، در محدوده مکران، در سیستان و بلوچستان اونجا بنیان بذارن و بتونن یواش یواش با سیستم‌های منطقی آب شیرین کن در اون منطقه، آب مورد نیاز رو تامین کنن بدون آلوده کردن آبها و یواش یواش بیان این منطق رو جا بندازن که هیچ طرح صنعتی که آب بر هست رو ما نبایستی در استان اصفهان، در یزد، در خراسان جنوبی، در خراسان رضوی، سمنان اونجا بنا بکنیم. پتروشیمی نبایستی در جایی بنا بشه که آب نداره و تمام اینها فقط یه قسمت آب، یه قسمت آلودگیه.
الان گرد و غباری که ما داریم در مناطق بیابانی بسیار زیاده و این گرد و غبار وقتی نتونیم کنترل بکنیم، بارندگی هم نداشته باشیم، شرایط برای تنفس مردم بدتر میشه. در محدوده درجه ارومیه این داریم میبینیم، حالا در مورد یزد داریم میبینیم که انتظارشو نداشتیم. ممنونم از شما نیکا هنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست. حماس ادعای سخنگوی سپاه پاسداران که گفته بود حملات 7 اکتبر به اسرائیل پاسخی به کشته شدن قاسم سلیمانی بوده را تکذیب کرده. حماس با انتشار بیانیه گفته انگیزه اصلی حملات 7 اکتبر تهدیدهای اسرائیل علیه مسجد الاقصی و اشغال اماکن مقدس فلسطینیان بوده. پیشتر رمضان شریف سخنگوی سپاه گفته بود که طوفان الاقصی در انتقام به کشتن قاسم سلیمانی بوده. به گفته آقای شریف این انتقام ها ادامه داره. شهادت سردار پر افتخار ما شهید رضی موسوی که بیش از 25 سال به عنوان یک مستشار ورزیده و کارآزموده در سوریه و لبنان مسئولیت پشتیبانی و لوجستیک مجموعه سپاه و توانمندسازی محور مقاومت رو به عهده داشتند بدون شک ضایعه بزرگی است و ما از این منظر که یکی از سرداران عزیز و بزرگوار رو ما رو تقدیم کردیم، هرچند نگران تداوم راه اون نیستیم، کما اینکه شهدای قبلی ما پرچمدارانی رو در حوزه تخصصی خودشون تربیت کرده بودند که خدا رو شاکر هستیم که در پی هر اتفاقی که افتاده توانمندسازی و انگیزه مضاعفی برای تداوم دهندگان راه این شهیدان عزیز بوده. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی میگه نه تنها حماس این بیانیه رو در پاسخ به طرفدارانش در داخل گروه صادر کرده، بلکه حتی ادعاهای جمهوری اسلامی هم درباره حمله 7 اکتبر متفاوت بوده. مهم بود این تکذیب حماس که سریعاً این حرف رو بزنه، به دلیل اینکه در بین طرفداران خودش حتما به مشکل میخورد اگر اینقدر سریع انجام نمیداد. یعنی سوالی پیش میامد که این همه خون بیگناهانی که تو اسرائیل ریختن و بعد اتفاقاتی که بعد از اون در غزه افتاد، یعنی همه اینها به خاطر مساله جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگه تناقض‌گوییه که خود جمهوری اسلامی داره. یعنی خود خامنه‌ای میاد میگه که ما از این عملیات خبر نداشتیم، این خود فلسطینی ها این کار رو انجام دادن. حسن نصرالله میاد میگه ما بعد از اون با خبر شدیم. الان میان این ادعا رو میکنن. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی که الان موضوع موسوی پیش اومده، وقتی میخواهد مثلا حرف از انتقام بزنه، حرف از این برخورد مستقیم خودش بزنه، خب میان میگن مهمترین شخص نظامی برای جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی بود و اونها کاری در مقابلش نکردن. اون میاد این حرف رو میزنه، برخلاف حالا ادعایی هم که میکرد که ما با خبر نبودیم، که بیاد یک مقداری در بین طرفداران و حامیان معدود خودش چه داخلی چه خارجی این فشار رو برداره که اون موضوع قاسم سلیمانی رو ما انجام دادیم. از سوی دیگه حماس هم سریعا موضع گیری کرد، چون در موضع بسیار فشاری قرار میگرفت که این کارها رو که انجام داده همش برای مساله جمهوری اسلامی بوده. بنیامین نتانیاهو در واکنش به سخنان اردوغان او رو عامل نسل‌کشی کردها در ترکیه و دارای رکورد جهانی روزنامه‌نگاران زندانی خونده و گفته فردی با این مشخصات نمیتونه اسرائیل رو موعظه اخلاقی کنه. نخست وزیر اسرائیل ارتش این کشور رو اخلاقی ترین ارتش جهان خونده که با منفورترین و به گفته او بی‌رحم‌ترین سازمان تروریستی جهان یعنی حماس مبارزه میکنه. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر نتانیاهو رو با هیتلر مقایسه کرده و گفته بود اقدامات او در غزه دست کمی از آلمان نازی نداره. چه تفاوتی با هیتلر دارید؟ آنها ما را در حسرت هیتلر خواهند گذاشت. آیا در اقدامات بنیامین نتانیاهو در مقایسه با اقدامات هیتلر تفاوتی وجود دارد؟ خیر، هیتلر آنقدر ثروتمند نبود. در حال حاضر او از هیتلر ثروتمندتر است و از طرف غرب حمایت می شود. همه نوع حمایت از آمریکا می آید و با این همه حمایت آنها با بیش از 20,000 نفر در غزه چی کردند؟ آنها را کشتند. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، در حالی آقای اردوغان نخست وزیر
اسرائیل رو به هیتلر تشبیه میکنه که دو کشور همچنان روابط کامل دیپلماتیک و سیاسی دارند، توافقات تجاری زیادی هم دارن در شرق مدیترانه. چقدر این نشان دهنده اینه که بیشتر حرفای او جنبه تبلیغاتی داره برای جهان اسلام؟ خب اساساً این جنگ غزه روند بهبود مناسبات ترکیه و اسرائیل رو مختل کرد. یعنی رابطه ترکیه و اسرائیل که از سال گذشته بهبود یافته بود بعد از مدتی تیرگی، رو به توسعه داشت میرفت، داشت بهتر میشد، داشتن دو کشور به هم نزدیکتر میشدن که یکو این جنگ غزه پیش اومد و این روند رو مختل کرد و به نظر نمیاد که آقای اردوغان خیلی خوشنود باشه از این مختل شدن. از جانب دیگه شیوه هم که آقای اردوغان داشته تا کنون و دولت ترکیه فقط حمایت لفظی بوده از حماس یا از دلانچ مقاومت فلسطینیان در برابر اسرائیل میکنند، وگرنه ترکیه هیچگاه عملا، یعنی مانند ایران نبوده هیچ وقت مثلا بخواد کمک تسلیحاتی بکنه یا کمک نقدی بکنه به حماس، با اینکه ترکیه خودش رو پشتیبان حماس میدونه و سران حماس بین ترکیه و قطر یه لاغ و قشلاغ میکنن، در اینجا هم اقامتگاه دارن، در قطر هم اقامتگاه دارن، اما بیش از این نیست. یعنی ترکیه اقدامات انسان دوستانه هم در غزه کرده، هرچند اگر نیا کنیم به مقایسه کنیم ترکیه رو با ایران، با اینکه میزان سرمایه گذاری مادی و معنوی ترکیه روی غزه و روی حماس در مقایسه با ایران بسیار اندک بوده، اما برد تبلیغاتی که کرده بسیار بسیار بیشتر بوده، اساسا قابل مقایسه نیست. و در اینکه آقای اردوغان چندان قدم عملی هم در این مدت بر نداشته در قبال اسرائیل، باز هم به جایگاهش میان فلسطینیان لطمه نزده. تا اونجا که اطلاع من دارم و دنبال میکنم، همچنان فلسطینیان بسیار علاقه‌مندن به آقای اردوغان. و در بعد از این بهار عربی ما شاهد این بودیم که محبوبیت آقای اردوغان و دولت ترکیه میان برخی از ملت‌های عرب کاهش یافت، اما میان فلسطینیان همچنان ایشون یکی از محبوب‌ترین چهره هاست و این جنگ هم خلالی در اون وارد نکرده. ترکیه در دوران آقای اردوغان رابطه اقتصادیش با اسرائیل بسیار پیشرفت کرد. یعنی به گمانم میزان مبادلات اقتصادی ترکیه و اسرائیل نسبت به 20 سال پیش که آقای اردوغان به قدرت رسید 5-6 برابر شده. حدود صادرات ترکیه به اسرائیل حدود 9 میلیارد دلاره. و این جنگ غزه اندکی کاهش ایجاد کرده، مقداری باعث شده که این صادرات کاهش پیدا کنه که خب یه مقدارش میتونه به مختل شدن در واقع حمل و نقل دریایی و هوایی و همچنین کاهش گردشگری مربوط باشه، ولی خب به شکل جدی خلالی وارد نکرده. هرچند اتفاقات بامزه‌ای همین وسط افتاده، مثلا در ترکیه اومدن و یه سری از گروه های اسلامگرا طرفدار فلسطینیان اومدن و اعلام تحریم برخی کالاها رو کردن، به طور مشخص کوکاکولا، که چون کوکاکولا در سرزمین های در کرانه باختری در شهرک های یهودی نشین کارخونه داره، کارخونه که مالکش هم یهودی اسرائیلی است، و این باعث شد که در ترکیه یک موج تحریم کوکاکولا اتفاق بیفته و یک سری از رستوران‌های زنجیره‌ای اومدن و فروش کوکاکولا را متوقف کردن. در مقابلش در اسرائیل مثلا اومدن و کلمه ترک رو از کنار قهوه ترک برداشتن و شرکت اشتراوس که در اسرائیل پخش کننده عمده قهوه ترک است، کلمه ترک رو برداشته و به جاش پرچم اسرائیل رو بسته‌بندی‌های خودش گذاشته و همچنین شعارهایی در حمایت از عملیات ارتش اسرائیل در غزه. اینا در واقع به جز این مسائل تبلیغاتی، ما شاهد چندان اثری از جانب ترکیه روی آنچه در غزه میگذره نبودیم، الا اینکه آقای اردوغان پیشنهادهایی هم داده، این هم که گفته حاضر به عنوان ضامن وارد عمل بشه، یعنی بیاد اگر که اسرائیل حاضر به آتش بس بشه ضامن بشه که در وارد آینده غزه بتونن که اسرائیل رو از به اصطلاح امنیت اسرائیل مصون بمونه. ممنونم از شما مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه داره. ارتش اسرائیل میگه مواضع حزب الله رو هدف قرار داده و حزب الله هم 30 راکت به شهرک کریات شمونا در شمال اسرائیل شلیک کرده که خسارت مالی بر جا گذاشته. در همین حال بعضی رسانه‌ها از قول مقامات حماس میگن در حملات اسرائیل به نوار غزه فقط دیروز 241 نفر کشته شدن. همزمان تایمز اسرائیل گفته پیشروی ارتش این کشور به عمق خان یونس ادامه داره و بخش زیادی از زیرساخت‌های حماس رو نابود کرده.
همکارم بابک اسحاقی در تل اویو جزئیات بیشتری درباره تحولات جنگ اسرائیل و حماس به ما میده. در 82 روز از جنگ بین اسرائیل و حماس و همچنین اسرائیل و حزب الله لبنان، همچنان آتش در دو جبهه ادامه داشت. در کنار اون بنی گانس عضو ارشد کابینه جنگ امروز در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت که جنگ در جنوب نوار غزه و همچنین در شمال نوار غزه همچنان ادامه خواهد داشت و مرحله سوم مرحله ای نخواهد بود که ارتش اسرائیل حملات خودش را کاهش بده و اتفاقا حملات در نوار غزه گسترده تر خواهد شد. او گفت این جنگ پایان نخواهد یافت مگر اینکه حماس چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ حکومتی نابود بشه. در رابطه با شمال اسرائیل او بار دیگر اظهار داشت که اگر دنیا نتواند که جلوی حزب الله لبنان را بگیرد و او را به عقب براند، ارتش اسرائیل این وظیفه را به عهده خواهد گرفت و وارد جنگ با حزب الله لبنان خواهد شد. و در آخر او گفت که در دست آخر اسرائیل هم شهروندان در جنوب و هم شهروندان اسرائیلی در شمال را به خانه های خودشون باز خواهد گرداند. در کنار اون امروز حزب الله لبنان 11 موشک به سوی شمال اسرائیل و به ویژه شهر کریات شمونه پرتاب کرد که چند تا از این موشک ها به زمین اصابت کردند و خساراتی به خانه هایی که در حال حاضر خالی هستند و کسی در اونجا زندگی نمی کنه برخورد کردند و خساراتی هم به بار آوردن. اسرائیل هم حملات شدید توپخانه ای را به مواضع حزب الله لبنان انجام داد. در کنار اون از جنوب نوار غزه امروز هیچ موشکی به سوی اسرائیل پرتاب نشد. به نظر میاد که توانایی های حماس برای پرتاب موشک به سوی اسرائیل کاهش پیدا کرده، اما این نمیتونه آخر و پایان پرتاب موشک ها باشه. در اسرائیل بر این باورند که هنوز از جنوب نوار غزه این توانایی را حماس داره که به سوی اسرائیل موشک پرتاب بکنه. در کنار اون در صحنه سیاست هم قرار هستش که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته دیگه به اسرائیل بیاد. هدف اصلی این دیدار هنوز معلوم نیست، اما گفته شده که در هر صورت انتظار میره که در رابطه با جنگ در دو جبهه بلینکن با مقامات اسرائیلی صحبت بکنه و همچنین بار دیگه در رابطه با آینده این جنگ و پس از جنگ چه کسی بر نوار غزه حکومت خواهد کرد مسائلی هستش که بدون شک عنوان خواهد شد. دیروز محمود عباس به گونه ای عنوان کرد که حکومت خودگردان فلسطینی همراه با حماس میتواند که بار دیگر در نوار غزه حکومتی را به عنوان بکند، حکومتی را بنا بکند. اسرائیل خیلی سریع با این مسئله مخالفت کرد و گفت که حکومت خودگردان را اجازه نخواهد داد که دوباره حکومت را در نوار غزه به عهده بگیره. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال. همونطور که بابک هم اشاره کرد، وزیر خارجه آمریکا هفته آینده بار دیگه به خاورمیانه میره. آنتونی بلینکن قراره در این سفر به اسرائیل، اردن، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر سفر کنه. آکسیوس گفته بحث درباره ادامه جنگ در غزه و آینده این باری که محور صحبت‌های آقای بلینکن با مقامات این کشور هست. بعد از حمله 7 اکتبر این چهارمین سفر او به خاورمیانه و پنجمین سفرش به اسرائیل محسوب میشه. همکارم مرضی حسینی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. در این 3 گذشته آقای بلینکن چندین بار، این الان چهارمین بار هستش که به خاورمیانه میره، چه میدونیم در مورد برنامه سفر او؟ چهارمین بار است به خاورمیانه میره و پنجمین بار هم هست که به اسرائیل سفر میکنه. به طور مشخص آنچه که گفته شده به نقل از رسانه‌های آمریکا، به نقل از رسانه دهیل تاکید شده که هدف بر این هست که آمریکا در تلاش هست دولت اسرائیل رو متقاعد بکنه که این جنگ رو از یک جنگ پراکنده به یک جنگ متمرکز بر کشتن رهبران حماس متحد کنه. اما اینجا در وزارت خارجه آمریکا هنوز این برنامه این سفر به طور رسمی اعلام نشده، اما گزارش آکسیوس به نقل از 5 مقام ارشد نظامی اینجا در آمریکا و در اسرائیل
هست که چنین تاکیدی شده. اما همزمان با این سفر رسانه هل گزارش منتشر کرده با یک نگاه انتقادی به این سفرهایی که توسط مقامات ایالات متحده به اسرائیل صورت می‌گیرد. در رسانه هل گفته شده هدف از این سفرها این است که یک اختلاف نظر بسیار جدی بین آمریکا و مقامات اسرائیلی وجود دارد، به این جهت که نتانیاهو به هیچ عنوان حاضر نیست بپذیره دولتی در غزه پساجنگ مستقر بشه، چه برای تامین امنیت و چه برای استقرار سیاسی که در این دولت فلسطینی‌ها دخیل باشن. از سوی دیگه آمریکا در تلاش هست، به طور مشخص شخص بایدن در تلاش هست اسرائیلی‌ها رو متقاعد کنه به روی کار آمدن دولتی با حضور محمود عباس و با حضور تشکیلات خودگردان فلسطینی. در گزارش رسانه دهل یک نگاه بسیار انتقادی صورت گرفته به این موضوع، به طور مشخص ذکر شده که در طول 70 سال گذشته تنها 11 دقیقه پس از اینکه اسرائیل به رسمیت شناخته شد، آمریکا دولت ترومن در آمریکا این کشور رو به رسمیت شناخت و در طول 75 سال گذشته بیش از 300 میلیارد دلار بودجه نظامی به اسرائیل اختصاص داده. گفته شده که تنها در بخش نظامی در طول تمام هفته های گذشته دولت اسرائیل دسترسی کامل به تمام تجهیزات نظامی آمریکا را داشته، بیش از حداقل 50 سوخ و 35 در اختیار اسرائیل قرار گرفته. اما نگاه رسانه هیل این هست که به طور مشخص تمامی این کمک‌ها چه تأثیراتی داشته و آیا در بازه زمانی فعلی جز آسیب رساندن به وجهه عمومی آمریکا در عرصه جهانی چه تبعات دیگه و چه پیامدهای دیگه برای آمریکا به همراه داشته؟ مرضیه حسینی همکارم در وزارت خارجه آمریکا، ممنونم از پلیتیکو. میگه دولت آمریکا بی سر و صدا در حال چرخش سیاسی به سمت استراتژی دفاعی در اوکراین. پلیتیکو نوشته در حالی که کمک‌های مالی و تسلیحاتی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به اوکراین متوقف شده، دولت بایدن تلاش می‌کنه تا زلنسکی رو راضی کنه تا به جای بیرون راندن روسیه از خاک اشغال شده، مواضع دفاعی اوکراین رو تقویت کنه تا از پیشروی احتمالی روسیه در آینده جلوگیری بشه و در عین حال مقدمات برای مذاکره با روسیه برای ترک تخاصم آغاز بشه. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، پلیتیکا با دو تا دیپلمات در واشنگتن در این باره صحبت کرده، آیا این شروع یک تلاش دیپلماتیک برای خاتمه دادن به جنگ اوکراین میشه تلقیش کرد؟ یکی از انتقادهایی که از دولت بایدن مدت ها میشد در از زمانی که جنگ روسی علیه اوکراین شروع شد این است که به نظر میاد که این استراتژی دولت بایدن پایانی براش متصور نیست. ته این استراتژی چیست؟ نقطه خروج کجاست برای آمریکا؟ آیا قرار است این جنگ ادامه پیدا کند؟ چیزی بود که آقای بایدن میگفت، میگفت تا اونجایی که احتیاج باشد آمریکا به حمایت مالی و نظامی ادامه خواهد داد از اوکراین، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و ما میبینیم که طرح بودجه دفاعی، کمک های نظامی، کمک های اقتصادی در کنگره آمریکا اینجا گره خورده است. نه تنها قانونگذاران جمهوری خواه، بلکه بعضی از دموکرات ها هم در مورد توانایی های نظامی اوکراین ابراز تردید می کنند. یادمون باشد که اوکراین اون موقعی که روسیه بهش حمله کرد ارتش 17 هم در اروپا بود و بعضی ها می گفتن 3-4 روزه ممکن است فرو بپاشد. حالا هم کمک های نظامی واشنگتن باور دارد که تا حالا روسیه را عقب نگه داشته است. یک حمله گسترده رو پیش بینی کرده بودن اوکراینی ها برای اینکه عقب برانند روسیه رو، به نظر میاد موفقیت های کوچیکی هم به دست آوردن، اما خیلی ورق برگشته است. الان از نظر نظامی تعداد سربازان روس بیشتر هست، فشارهای نظامی داره همجور به اوکراین بیشتر میشه. اینکه الان میگویند روسیه توان توپخانه‌ای خودش در روزی 7000 شلیک توپخانه به راست رسونده است به 10000، در صورتی که اوکراین از 6000 رسیده است به 2000. و حالا توپخانه همه چیز نیست در جنگ، اما خودش نشان دهنده این است که الان اوکراین چقدر تحت فشار است. به نظر میاد این مقاله پلیتیکو بعد از صحبت کردن با دو دیپلمات، یکی دیپلمات اروپایی یکی دیپلمات آمریکایی، این نقطه ایست به نظر میاد که اروپایی ها و آمریکایی ها به توافق رسیدن که نقطه خوبی است برای اینکه بخواهند الان وارد این صحبت بشن که استراتژی پایان برای این جنگ چیست. همین چند روز پیش هم آژانس اطلاعاتی آمریکا یه مقدار اطلاعات مربوط به آمار کشته در جنگ رو از حالت طبقه بندی شده خارج کردن. میشه آیا ارتباطی بین این دو خبر دید؟ ببینید، خبر و گزارش‌های دیگه که من در طول این یکی دو روز گذشته مخصوصا امروز بعد از این گزارش‌ها پلیتیکو دیدم آمدند،
خب اون طبقه بند، اون گزارش هایی که طبقه بندی محرمانه خارج شده است، میگوید ارتش روسیه متحمل نزدیک به 350 هزار کشته و زخمی شده است در طول این یک سال جنگ. یعنی روس ها نه تنها تعداد کشته های خیلی بیشتر از اونی داشتن که ارتش اصلیشون که نزدیک 400 هزار نفر هست حدوداً میتوانسته تحمل کنه، بلکه خیلی از اون نیروهای گروه واگنر کشته هایی که دادن، بعضی از اون زندانی هایی که از تو زندان ها آوردنشون بیرون و انداختنشون در واقع مثل گوشت قربونی در جلوی خط مقدم، و خیلی از اونها هم باز نگشتن. و در مورد اوکراین هم امروز ما یه سری گزارش خونیم، مثلا وال استریت جورنال یک مقاله ای نوشته است مفصل با یک اوکراینی صحبت کرده است، 47 ساله بوده، گفته من در اوکراین بودم، داشتم میرفتم سلمونی، 3-4 تا مامور ارتش اوکراین ریختن دورم، گفتن تو الان باید بیای سربازی، سربازگیری به زور، سن 47 سالگی زن و بچه و خونه زندگیشو مجبور شده است ول بکنن. و بعد هم ایشون یک مهندس برق بوده، بهش گفتن شما میای ابتدا در پشت جبهه قرار است کمک کنی، ولی تا وقتی میره به جبهه میبرنش در خط مقدم بهش اسلحه میدهن. و این آقا ادعا میکند که نزدیک به 7600 دلار رشوه داده است به مقامات ارتش اوکراین برای که ایشون از خط مقدم جبهه بکشن بیرون. خب این جنگ قرار است تا کی ادامه پیدا کند؟ به چه قیمتی است؟ ما ایرانی که هم یه سری تجربیات شبیه اینو در زمان جمهوری اسلامی تجربه کردیم، سربازگیری ها، فرار مرد، اینکه ارتش و سپاه انقدر به یه نقطه‌ای رسیده بودن از فساد اداری که ما میدونستیم خیلی از افراد، اونایی که خانواده پولدار بودن با رشوه دادن بچه‌هاشون نمی‌رفتن، در صورت اون خانواده‌هایی که فقیرتر بودن مجبورن بچه‌هاشون رو بفرستن خط مقدم. قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؟ و اینکه این اطلاعات در موقعی دارد منتشر می شود که اروپا و آمریکا به نظر میاد کمک‌های نظامی و کمک‌های اقتصادی خودشون رو الان به اوکراین متوقف کردن. اگر 100% قطع نشده باشد، الان با این وضعیتی که اتحادیه اروپا دارد، ویکتور اوربان میگوید جلوی پولهای جدید به اوکراین رو خواهد گرفت و اینجا هم جمهوری خواهان و دموکرات ها سر بودجه اوکراین دعوا دارند، معلوم نیست که این داستان فعلا به کجا خواهد انجامید. ممنونم از سوارش علی خبرنگار ما در کنگره آمریکا. و ممنونم از شما که ما را همراهی کردید. برنامه را با تصاویری زنده از آسمان جنوب اسرائیل به پایان می‌بریم.